دیم اولا خیلی گسترده تر شدن، جمعیت زیاد شده. آقای رئیس تربیت بدنی قبلی هم گفت، شما میگی، رؤسای فدراسیون مختلف هم میگن، آقا این دوتا تیم رو خصوصی کنید، این چه توقعی زیادیه، بذارید این 50 میلیون یه رأی کوچولو در اداره این تیم داشته باشند که گزارشگر تلویزیون، گوینده تلویزیون فقط بهشون نگه که تماشاگر ما باید صبر داشته باشه، تماشاگر رئال فلان کرده، ما هم پس باید این بکنیم، همون برنامه هایی که برای تماشاگر منچستر یونایتد و رئال انجام می شود رو انجام بدهید، مطمئن باشید این تماشاگر چون نقش داره در همه چیز باشگاه، شکست و پیروزیش رو یک جور تحمل میکنه. این عصبانیتش که البته بعضی وقتا بسیار بد هست، به خاطر اینه که در هیچ چیزش نقش نداره. اما قبل از اینکه بریم به قسمت بعدی برنامه، گزارشگر رو یادتونه گفتم که فقط توی زمین فوتبال نیست، توی آرم برنامه میگم و برای همینم هنوز خوشحالم که دارم گزارش میکنم، بلکه که فوتبال اینا که نمیتونم گزارش بکنم. یه تیکه رو براتون میخونم و ببینید که همه جا ازش، از اینجور مباحث استفاده میشه، از اعلام ذهنی استفاده میشه. این حرفا بعد از 30 سال در نماز جمعه روز جمعه گفته شده. گناه در جامعه زیاد شده. گناهان صغیره مثل برخی بیتوجهی های که برخی بانوان دارند یا بعضن جوانانی که سر کوچه ها اذیت و چرانی می کنند یا برخی خانواده ها در سفرها رعایت اصول دینی را نمی کنند زیاد شده. این نوع جاذبه هایی که برخی بانوان و دختران در خود در بیرون از زندگی خصوصی ایجاد می کنند، جوانانی که دلشان تکان می خورد و به طغیان بلهوسی کشیده می شوند و بعد هم دامنهای آنها آلوده می شود و زنا در جامعه زیاد می شود. این جملات در رابطه با این گفته شده که بحث این است که خدای نکرده ممکنه در تهران زلزله بیاد و نگاه ما به مسئله زلزله در تهران که انشالله هیچ وقت نمیاد، در این جمله خیلی جلب نظر می کنه. به اصطلاح کسی که نماز جمعه رو خونده یه جمله خیلی جالب داره، میگه وقتی زنا توسعه پیدا کند زلزله فراوان میشود. چیزهای مختلفی رو در این مدت دیدید، منتظر گزارش های شما هستیم که برای ما بفرستید. این موضوع رو خواهش میکنم جدی بگیرید. بحث زنان رو، پیشنهاداتی رو دریافت نکردیم. من از دوستانی که در واقع میخوان همکاری کنن و تعدادشون هم داره زیاد میشه، خواهش میکنم که یه مشخصاتی، یه عکسی، زمینه ای رو که اصلا میتونن کمک کنن رو محبت کنن، ایمیل کنن که ما بتونیم روش تصمیم گیری بکنیم. اما خیلی صحبت کردیم در مورد داربی. جا داره. هیچ پدیده‌ای در ایران الان به اندازه این استقلال و پرسپولیس عزیز ما که انشالله اختیارشون دست مردم بیفته و او وقت باعث بشه که آخر بازی کسی فحاشی نکنه، مردم نمیخوان فقط که ابزار شوی شما باشن. دوستان که مردم طرفدارای این دو تیم در فوتبال صاحب این دو تیم هستن، صاحبشن، صاحب اصلیشون که خب علی عبدو بود، تیم پرسپولیس رو داشت، پرویز خسروانی هم تیم تاج رو درست کرد. حالا ما بعد که انقلاب شد اینو سازمان تربیت بدنی برداشت، هر سال هم میگن ما اینو میخوایم در اختیار مردم بگذاریم، ولی خودشون هم میدونن که فکر نکنم خیلی بخوام بذارم، ولی بگذارید، به نفع فوتبال ماست، به نفع ورزش ماست. اما خیلی از داربی صحبت کردیم بدون اینکه اشاره ای داشته باشیم به آنچه که امروز صبح به وقت سیدنی در انگلیس در مسابقات باشگاه ها افتاد.